سرخط خبرها. دولت سوریه میگوید پرچم این کشور را در شهر منبج به احتراز درآورده. دمشق گفته به دعوت کردها وارد این شهر شده است. افزایش عبور پناهجویان از کانال مانش، مقام‌های بریتانیا هشدار دادند دریای میان این کشور و فرانسه ممکن است قربانگاه بشود. رئیس و چهار مقام فدراسیون فوتبال افغانستان ممنوع خروج شدند. مسئولان فدراسیون همچنان اتهام آزار جنسی بازیکنان تیم فوتبال زنان را رد می‌کنند. ششمین روز تعطیلی بخش‌هایی از دولت در آمریکا، اختلاف کنگره و کاخ سفید ممکن است به سال جدید بکشد. سلام و عصر بخیر. ارتش سوریه میگوید برای اولین بار بعد از 6 سال وارد شهر منبج در شمال این کشور شده، شهری که در دست نیروهای کرد بود. امروز شبه نظامیان کرد، یگانهای مدافع خلق YPG، از بشار اسد خواستند تا برای مقابله با خطر حمله ترکیه ارتش را به منبج بفرستد. ترکیه این گروه کرد را تروریست می‌خواند و با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تهدید کرده بود که نیروهای کرد را از شمال سوریه بیرون خواهد کرد. آیدین صالحی و جزئیات بیشتر. منبج، شهری مهم در شمال سوریه. ارتش بشار اسد پس از 6 سال وارد این شهر شد. فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه، او میگوید پرچم کشور در منبج به اهتزاز درآمده. به گفته او به درخواست ساکنان شهر و برای حفاظت از خاک کشور. گروه کرد یگانهای مدافع خلق از بشار اسد خواسته بود ارتش را به منبج بفرستد. نگرانی کردها چه بود؟ این تصاویر. صدای پای ارتش ترکیه به منبج نزدیک‌تر می‌شد. ترکیه شبه نظامیان کرد YPG را گروهی تروریستی می‌داند و گفته آنها را از نزدیکی مرزهایش بیرون خواهد کرد. شبه نظامیان کرد 2.5 سال پیش با پشتیبانی آمریکا منبج را از داعش پس گرفتند. شهری مهم برای داعش که رقه، پایتخت خودخوانده گروه را به مرز ترکیه وصل می‌کرد. پس از فتح شهر، کردها خود را زیر چتر حمایت ایالات متحده می‌دیدند. اما تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ از واشنگتن تا خاورمیانه را لرزاند. رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد نیروهایش را از سوریه خارج می‌کند. او در دیدار با سربازان آمریکایی در عراق هم از تصمیمش دفاع کرد. پرزیدنت اردوغان قبول کرد که مقابله با بازمانده های داعش را بر عهده بگیرد. در این زمینه همکاری خواهیم کرد. حضور ما در سوریه یک پایان باز نداشت. ما 8 سال پیش با آنجا رفتیم که 3 ماه بمانیم، اما هیچ وقت این کشور را ترک نکردیم. 8 years ago we went there for 3 months and we never left. خروج آمریکا از سوریه خلأ ایجاد می‌کند که ترکیه، روسیه و ایران به دنبال پر کردن آنند. هنوز چند روز از اعلام تصمیم دونالد ترامپ نگذشته و اولین نشانه های تنش اینجاست. ارتش سوریه مقابل ارتش ترکیه. اما سوال اینجاست که شبه نظامیان کرد تا کجا می توانند روی این سفر جدید حساب کنند؟ آیدین صالحی، BBC. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه از یوواسکوله در فنلاند با ماست. آقای غفوری، آمریکایی‌ها اعلام کردند که از سوریه خارج میشن، ترکیه این دستون دست کرد، نیروهای بشار اسد وارد منطقه شدند. بله، ببینید، بعد از اعلام آقای ترامپ برای بیرون کشیدن نیروهاش از سوریه، یکی از اون در واقع ترکش های آثار این عملش در منبج ظاهر میشه، به خاطر اینکه پایگاه نیروهای آمریکایی اونجا بود در منبج و این امر باعث میشد تا آقای اردوغان در واقع
برای ورود به منبج یا هر گونه حمله به اونجا تعارف بکنه، خب نمیتونست مستقیما این کارو بکنه چون رو در روی نیروهای آمریکایی قرار میگرفت. به مجرد این اعلام که نیروهای آمریکایی از اونجا خارج شدند، یگانهای مدافع خلق دیدند که تنها کاری که میتونن بکنن یا هوشمندانه ترین کاری که میتونن بکنن اینه که با ارتش بشار اسد معامله کنن، چون معامله با آنکارا براشون تقریبا غیر ممکن بود. میدونید تصمیم سختی باید بوده باشه از ترس ترک ها به دامن بشار اسد پناه ببرن. بسیار درست میفهمید، به خاطر اینکه ببینید آنکارا یپگ رو تروریستی میدونه و در واقع اگر وارد بشه اونجا حتما رویاروی نظامی میکنه، با توجه به اینکه توازن قوا میان ترکیه و یگانهای مدافع خلق در واقع برقرار نیست. خب اون یک ارتش یک کشور هست که استعداد نیروهاش هم بالاست و اینها یک عده نیروهای موقتی تقریبا دارن در منبج، برای همین شکست میخوردن حتما. خب این تصمیم سخت رو گرفتند و یکی از عواقب این تصمیم سخت هم این میشه که در واقع ترکیه اینجا در برابر برخی متحدانش در سوریه قرار میگیره، یعنی از یک سمت در برابر مسکو قرار میگیره و از یک سمت در برابر ایران که حامی بشار اسد است. اگر به منبج حمله بکنه ممکنه با اینها هم اختلاف نظر بخوره. میدونیم که فردا شنبه یک هیئتی داره میره از سوی ترکیه به مسکو و به نظر میرسه که اونجا بسیاری از تصمیم گیری های خیلی مهم هم از میز آقای پوتین میگذره. گزارش دیدم که در اون گفته شده بود که نیروهای آمریکایی و فرانسوی الان حدود 2000 نفر هنوز در منبج هستند و یکی از دلایل این دستون دست کردن ترکیه برای ورود به اون منطقه این بود که این نیروها اول باید خارج بشن که هنوز نشدن ظاهرا، درسته؟ بله درسته. و بذارید اشاره بکنم همینجا که برخلاف اینکه ارتش سوریه گفتش که ما وارد منبج شدیم و پرچم سوریه رو اونجا برافراشتیم، گزارش های جسته و گریخته نشون میده که اینها تا حومه منبج اومدن، ارتش وارد شهر نشده و این هم باز به دلیل این بوده که رویاروی نیروهای فرانسوی و آمریکایی قرار نگیره. بنابراین این ترکیه هم گفت که این یک جور جنگ روانی است، به خاطر اینکه ما ندیدیم آثاری رو از ورود ارتش سوریه به منبج. بنابراین این اعلام اینکه ارتش به شهر وارد شده به صورت فیزیکی به نظر میرسه که هنوز نیومده توی مرکز شهر، به همین دلیلی که شما گفتید باید دید که در روزهای آینده اگر نیروهای در غربی خارج بشن از منبج آیا ارتش سوریه وارد میشه اونجا یا خیر. آقای غفوری خیلی ممنون. کامبیز غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه از یوونسکوله در فنلاند با ما بود. متشکرم. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ جزئیات تازه‌ای از حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات داده. محمد رضا مهماندار گفته معاینه فنی اتوبوس دو هفته پیش از حادثه منقضی شده بود و اتوبوس از سال 1391 شش سال پیش جزو خودروهای فرسوده محسوب می‌شد. به گفته او اتوبوس با 34 سرنشین از دانشگاه فنی و مهندسی در انتهای خط حرکت می کند. راننده در ایستگاه کتابخانه متوجه می شود ترمز ندارد و سعی می کند با ورود به فضای سبز سرعتش را کم کند و 69 متر را در فضای سبز طی می کند تا به تأسیسات بتونی مربوط به آبیاری برخورد کند. آقای مهماندار گفته سرنشینان که در انتهای اتوبوس جمع شده بودند با ضربه ناشی از اصابت به بیرون پرت می شوند. وزارت خارجه ایران سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عراق را بی احترامی به حاکمیت ملی این کشور خوانده. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر سرزده آقای ترامپ به عراق را سفری دزدانه نامیده. او گفته رئیس جمهوری آمریکا با وجود هزینه‌های هزاران میلیارد دلاری در عراق حالا مجبور شده کاملا مخفیانه به این کشور سفر کند. پیشتر گروهی از سیاستمداران عراقی هم از آقای ترامپ به علت عدم هماهنگی قبلی این سفر با بغداد انتقاد کرده بودند. این روزها در روزهای پایانی سال 2018 بریتانیا با مشکل دیگری روبروست. افزایش ناگهانی و زیاد پناهجویانی که با به خطر انداختن جانشان از کانال مانش عبور می‌کنند و از فرانسه و به بریتانیا می‌رسند.
عبور از این دریا به قدری زیاد شده که توجه رسانه‌ها را به خودش جلب کرده. از دو ماه پیش تا حالا 209 نفر که خیلی از آنها ایرانی و افغان هستند از این راه به دریا زدند و به بریتانیا رسیدند. شهریار سیامی نگاهی کرده به سفر پرخطر اینها. در تاریکی شب و سرمای کشنده زمستان قایقی از خاک اروپا به بریتانیا می آید. واجه های آشنایی به گوش می رسد، چرا که بیشتر مسافران این قایق ایرانی هستند. بخش زیادی از قایق در آب فرو رفته و اگر واژگون شود بعید به نظر می رسد سرنشینان آن بیش از نیم ساعت در آبهای بسیار سرد کانال مانش دوام بیاورند. البته بسیار خوش شانس هم بودند که گرفتار موج‌های عظیم این دریا نشدند. دیروز 23 نفر به ساحل رسیدند. در روز کریسمس که احتمالاً گارد ساحلی و نیروهای پلیس در کنار خانواده‌هایشان جشن گرفته بودند و تعدادشان کم بود، 40 نفر خود را به سواحل بریتانیا رساندند. از دو ماه پیش تا حالا 209 نفر از راه دریا از فرانسه به بریتانیا رسیدند. این سفرهای دریایی پرخطر بی سابقه نبوده. ولی چرا این روزها تعداد آنها زیاد شده؟ یکی از دلیلاش اینه تمام راه بسته شده با کامیون، اینا نمیتونی بری. قبلا میشد رفت، الان تمام راه بسته شده. قاچاقبرم مجبورت میکنه که میگه تنها راهی که بازه دریاست. یکی از دلایل اصلیش اینه. یکی هم شرایط سختی که ما مهاجران اینجا داریم، رفتار بدی که با ما میشه، ما رو تحت فشارهای خیلی روانی خیلی شدیدی قرار داده. به خاطر اینه. اولین گروهی که دو ماه پیش خطر کرد و از دریا گذشت ایرانی ها بودند. افغان ها و عراقی ها هم کم کم به مسافران این قایق ها افزوده شدند. سعید یکی از کسانی است که 1000 یورو به قاچاقچیان پول داده ولی به مقصد نرسیده. پول دادیم آدم به حرکت که رفتیم نزدیکای انگلیس، اونجا بنزین تموم شد و شرایط سخت بود، قایق داشت غرق می‌شد. ما زنگ زدیم درخواست کمک کردیم که بیان زودتر از انگلیس ما کمک کنند. آقا دیدیم یه قایق پیچید دلو ما اومد، بعد سوار قایق شد، ما رو با دستبند و اسلحه کشوند سوار یه قایق دیگه کردن. دیدیم پرچم فرانسه هست اون قایق، چیز بزرگی، قایق بزرگی. خب اول که تو سرما ما رو هیچ به اون ندادن، نه یه پتوی، نه یه جورابی، نه کاپشن، یه چیزی. دیدیم داریم ما رو برن سمت فرانسه، ما نزدیک ما 200 متری 300 متری انگلیس بودیم. خب چه ربطی به فرانسه داره؟ با شرایط ما دیگه مشکلی هم برام پیش میاد، دیگه تماسی هم نمیگیریم. این ماهیگیر احتمالاً مازندرانی کسی است که ناخدای بسیاری از این قایق‌ها شده است. به دریا آشناست و کاسبی خوبی هم راه انداخته. ولی نگرانی مقام‌های دو کشور این است که به‌زودی صحنه‌های تأسف‌بار دریای مدیترانه اینجا هم تکرار شود و جنازه‌های پناهجویان غرق شده روی آب بیایند. همان مهاجرانی که حالا مسیر اسپانیا را در مدیترانه می‌پیمایند. اینجا بندر الخزیراس در جنوب اسپانیا. 308 پناهجو که با قایق از آفریقا آمدند و در سواحل لیبی دستگیر شدند، پا بر خاک اروپا می‌گذارند و در اسپانیا پذیرفته می‌شوند. بیش از 1000 پناهجو هر هفته از آفریقا به اینجا می‌رسند. صدها نفر دیگر در این سفر پرخطر جانشان را از دست می‌دهند و هرگز نمی‌رسند. شهریار سیامی، بی بی سی. دادستانی کل افغانستان رئیس و 4 مسئول و کارمند فدراسیون فوتبال این کشور را ممنوع خروج کرده. چند هفته پیش تحقیقات در مورد اتهام آزار جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان آغاز شد. پیش از اون هم فیفا هم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را از حضور در همه فعالیت‌های فوتبالی تعلیق کرده بود. این فدراسیون اتهام آزار جنسی زنان فوتبالیست را رد کرده. خبرنگارمان علی حسینی از کابل با ماست. علی، کار هیئت تحقیق میدونیم به کجا کشیده؟ جزئیاتی داریم؟ بله، جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل گفته که این هیئت تحقیق با 25 نفر صحبت کرده، مصاحبه کرده، خواهان جزئیات شده و همچنین بازجویی کرده و گفته که به پیشرفت‌های خوبی دست یافتن. هنوز مشخص نیست اما که این پیشرفت‌های خوب در چه زمینه است؟ آیا در تایید ادعاهایی که مطرح شده
و یا اینکه در رد این ادعاها مشخص دقیق و فعلا نیست. قبل از این اما دادستانی کل وظایف همین تعداد نفر را به ویژه رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به حالت تعلیق درآورده بود. حالا مشخص نیست که نتایج این هیئت بررسی کی اعلام میشه، ولی با توجه به اینکه دستور این بررسی از سوی ریاست جمهوری افغانستان صادر میشه، همانطور که دادستانی کل گفته به نظر میسه با جدیت پرونده در حال پیگیری و تعقیب است و معلوم نیست تا کی میخوان این تعقیب رو ادامه بدن. نه فعلا مشخص نشده. داستانی کل به این نظر است که چون که با جدیت در حال پیگیری این قضیه هست، مدت احتمالا طول بکشه تا ادعاها بررسی شوه و متوجه شوند که واقعیت از چی هست. فعلا مدتی را طول میکشه که نتایج بررسی این هیئت به کجا میانجامد. با توجه به این که خیلی موضوع حساس است بدون شک مدتی را در بر خواهد گرفت تا متوجه شویم که چه تحقیقات چه به کجا می انجامد. فیفا چه میگه و نقش فیفا چه بوده در این ماجرا تا حالا؟ فیفا در همان اول قضیه وارد شد، همون زمانی که روزنامه گاردین این خبر را نشر کرد، نقل قول کرد که فیفا گفته که ما با جدیت این موضوع را بررسی میکنیم و اگر ثابت بشه که این ادعاها درست بوده و تایید بشه این ادعاها، اقدامات امنیتی لازم را فیفا گفته که ما روی دست خواهیم گرفت. و حدود دو هفته پیش هم همونطور که گفتی فیفا گفت که رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان فعلا حق نداره که در گرد همایی‌ها و نشست‌های فیفا شرکت کنه. خیلی ممنون. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ما بود. متشکرم. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدهیم. ارتش سوریه میگوید وارد شهر منبج شده که در دست نیروهای کرد بوده. افزایش عبور پناهجویان از کانال مانش میان فرانسه و بریتانیا مقام‌های بریتانیایی را نگران کرده. در ادامه برنامه، مطالعه غده‌های سرطانی با استفاده از فناوری واقعیت مجازی. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان میگوید 2000 شکایت را در ارتباط با نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ثبت کرده. علیرضا روحانی دبیر این کمیسیون میگوید شکایت‌ها بیشتر درباره بازشماری آرا است که ممکن است بر نتیجه نهایی انتخابات تأثیر بگذارد. روین رهنوش با جزئیات بیشتر از کابل. تاکنون نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در 30 ولایت اعلام شده. انتخابات جنجالی و با مشکلات نسبتاً زیاد. شکایت ها هم زیاد است. 2000 مورد. شاکه ها می گویند رایسازی شده، آرای شماری از نامزدان حذف شده و در شمارش آرا جانبداری شده. کمیسیون رسیدگی به شکایات می گوید با بررسی شکایت ها نتایج تغییر خواهد کرد. احتمال هر نوع تغییر در نتایج نهایی یک امر کاملا منطقی و قابل پیش بینی است، اما نسبت به کم و کیف این تغییرات، البته این تغییرات میتونه گسترده باشد. کمیسیون مستقل انتخابات اما میگوید که هر نوع تغییر در نتایج انتخابات باید بر اساس شکایت مستدل و مستند باشد تا پذیرفته شود. با گفته مسئولین این کمیسیون در انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان مهر نزدیک به 2600 نامزد شرکت کرده بودند که شمار زیادی از آنها برنده نشده اند. از این رو ثبت حجم زیادی از شکایت ها طبیعی است. پیش از این هم در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی 12000 شکایت در ولایت های مختلف ثبت شده بود. مشکلات زیادی در این انتخابات رخ داد، از جمله دیر باز شدن مراکز رایدهی، کار نکردن دستگاه‌های بیومتریک و اشتباه در فهرست رایدهندگان. در زمان شمارش و بازشماری آرا هم گفته شده جرایم انتخاباتی صورت گرفته.
این مشکلات به حدی بود که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی آرای کابل را باطل اعلام کرد. اما بعد به شرط همکاری کمیسیون انتخابات در تأمین شفافیت و بازشماری دقیق آرا از این موضع خود تا کنون عقب نشینی کرده است. روین رحنوش، بی بی سی، کابل. تعطیلی بخشهایی از نهادهای دولتی به احتمال زیاد به سال آینده در آمریکا کشیده خواهد شد. به دنبال به توافق نرسیدن دولت و دموکرات‌های کنگره درباره لایحه بودجه سال آینده، کنگره بررسی دوباره این لایحه را به زمانی دیگر موکول کرده. عمده‌ترین اختلاف بر سر هزینه 5 میلیارد دلاری ساخت دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا است که دونالد ترامپ بر آن اصرار دارد. خبرنگار ما کامبیز فتایی از واشنگتن با ماست. کامبیز، میدونیم که این تعطیلی چقدر مشکل ایجاد کرده برای آمریکایی‌ها. شاید این تعطیلات کریسمس باعث شده که این مشکلات زیاد محسوس نباشه. دقیقاً، و همینطور تعطیلات در واقع سال نو میلادی که داره میاد و شاید محسوس بودن بیشترش رو خیلی ها بعد از روز در واقع هفته آینده از سه شنبه به بعد بخوان در واقع متوجه بشن، ولی به هر حال یه چیزی حدود 800 هزار کارمند فدرال اینا تحت تاثیر قرار گرفتن که از این 800 هزار تا البته یه چیزی حدود کمتر از 400 هزار تا رو اجباراً به مرخصی فرستادن که اینها سر کار نمیان. اونتا این رو هم فراموش نکنیم، اگر صحبت از پیچک بشه، اون پولی که میخوان دریافت کنن، این پول باید 11 ژانویه به حساب ها ریخته بشه. بنابراین در عمل از لحاظ مالی برای این افراد بخوایم حساب کنیم، شاید تحت تاثیر قرار نگرفتن، ولی از 11 ژانویه به بعد هیچ گونه پول اینها دریافت نخواهند کرد، چرا که دو هفته زودتر پول ها واریز به حساب ها میشه. بنابراین تاثیر مالی برای خانواده های این افراد از 11 ژانویه خواهد بود. از لحاظ کلی هم یک سری از وزارتخانه‌ها به حال تحت تاثیر قرار گرفتن، بعضی از نهادها به کل بسته شدن، مانند ناسا، آژانس هوای فضایی آمریکا تقریبا به کل بسته است، وزارت اداره دارایی آمریکا که در واقع اینها درآمدهای دولت رو باید دریافت کنن، یه چیزی حدود 90% پرسنلش رو نباید بیان سر کار، تحت تاثیر قرار گرفته. بعضی از سازمان ها البته کمتر، مثلا در وزارت خارجه آمریکا اگر شخصی بخواد پاسپورت آمریکا رو در خارج از این کشور بگیره، شاید اگر به کنسولگری بره احتمالاً اون سرویس و اون خدمات ارائه نخواهد شد، ولی در کل از لحاظ سیاسی وجهی چندان خوبی نداره برای سیاستمداران، به ویژه برای دولت آقای ترامپ که تمام این درگیری ها آغاز شده بر سر اون دیواری که یک زمانی میگفت مکزیک پولش رو خواهد داد، حالا خودش نمیتونه در واقع از دولت خودش در کنگره آمریکا مراجعه کنه، دولت خودش که نداره و کنگره هم به اون نمیده. همین رو میخواستم بپرسم، چقدر برای آقای ترامپ این موضوع ضربه است از نظر سیاسی؟ خب دو طرف دارن همدیگر رو در واقع مقصر میدونن. خود آقای ترامپ در واقع داره میگه دموکراتان که باعث این مسئله شدن، و حتی تهدید کرده در توییتی در ساعتی پیش که کل مرز جنوب رو، مرز مکزیک رو خواهد بست، که 1 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت در روز اگر این کار رو آمریکا بکنه. و دموکرات ها هم به طور متقابل میگن این تعطیلی که آقای ترامپ به راه انداخته. منتها نظرسنجی تازه امروز اومده از خبرگزاری رویترز که بنابر این نظرسنجی اکثریت مردم و افرادی که اینها صحبت کردن جمهوری خواهان و آقای ترامپ رو مقصر میدونن، یه چیزی حدود رقم 47 به 33 هست. بنابراین اکثریت در واقع انگشت اتهام رو به سمت دولت آقای ترامپ گرفتن، بنابراین نظرسنجی و جمهوری خواهان. در مورد اینکه این پول رو باید مکزیک بده، چی میگه آقای ترامپ؟ خیلی کوتاه. خب آقای ترامپ از روز اول میگفت که از این دیوار رو خواهد ساخت، پولش رو مکزیک خواهد گرفت، اونتا نه دیواری ساخته شده نه مکزیک پولش رو داد. الان هم که میبینیم الان در دو سالی که گذشته هم کنگره آمریکا، کنگره که در اصل جمهوری خواهان هم بود تا به حال این پول رو تامین نکرد، چه برسه به اینکه دموکرات ها میخوان روز 3 ژانویه وارد مجلس نمایندگان بشن. بسیار خوب، خیلی ممنون کامبیز فتایی همکارمون از واشنگتن. با منابع امنیتی در نیجریه میگویند دو پایگاه نظامی در شمال شرق این کشور به دست نیروهای گروه بوکو حرام افتاده. به گفته سخنگوی ارتش نیجریه، حمله به این مرکز نظامی بخشی از برنامه بوکو حرام برای تسلط
بر یک شهر استراتژیک در ساحل دریاچه چاد بود. نفرات این گروه وابسته به داعش همچنین توانستند یک پایگاه نیروهای ویژه مشترک چند ملیتی را هم اشغال کنند. بوکو حرام هدف خودش را استقرار حکومت اسلامی و جاری کردن قوانین شرعی در نیجریه اعلام کرده. پژوهشگران در کمبریج موفق شدند یک مدل دیجیتال سه‌بعدی از بیماری سرطان درست کنند. با این شیوه می توانند غده‌های سرطانی را با استفاده از فناوری واقعیت مجازی بررسی کنند. دانشمندان امیدوارند که این تحول به دانش آنها درباره چگونگی گسترش سلول‌های سرطانی کمک کند. گزارش فرگوس والش رو ببینید که خبرنگار امور پزشکی بی‌بی‌سی است. آسیب شناسی در قرن 21 این گونه است. روی نوار نقاله لایه نازک از یک غده هست که از بدن انسان گرفته شده. چندین قطعه که ضخامتشان فقط به اندازه یک سلول است بررسی می شوند تا تمام ویژگی های سرطان معلوم شود. بعد نمونه را به صورت دیجیتالی بازسازی می کنند تا آن را با استفاده از واقعیت مجازی مطالعه کنند. گرگ هنون مدیر مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا در کمبریج آزمایشگاه مجازیش را نشانم می دهد. اینجا ما به آواتار تبدیل شده ایم. این ابر رنگارنگ غده مجازی است. نمونه اصلی بافت سرطانی اندازه سر سوزن است. منظور از این پروژه اینه که بفهمیم این سلول‌ها چطور بر هم اثر می‌ذارن، چه پیام‌هایی به هم دیگه می‌فرستن و این اثرگذاری چه تأثیری در رفتارشون داره. در این مرحله تصمیم گرفته ایم که غده سرطانی را با دقت بیشتری بررسی کنیم. به نظرم اینجا میتونید کاملا با ساختار غده سرطانی آشنا بشید. من دارم یه چیز جالبی می‌بینم. بذارید کمی جابجا شم. به نظر میاد دسته‌هایی از سلول‌های سرطانی بالای ساختار مجراها شناورن، انگار دارن تخلیه میشن. وقتی این سلول‌ها از مجرا خارج و پخش میشن، شرایط خیلی خطرناک میشه. پس الان شما در این لحظه شروع گسترش سرطان رو ثبت می‌کنین؟ بله، فکر کنم اینجا نکته قابل توجه همینه. چون اگه ما نتونیم تا این حد دقیق با این درجه از وضوح و به صورت سه‌بعدی سلول‌ها رو ببینیم، نمیتونیم چنین پدیده‌ای رو مشاهده کنیم. پژوهشگران در مؤسسه کریک لندن میگویند غده مجازی میتواند توضیح بدهد که سرطان چطور با سلول‌های سالم درگیر و در نهایت پخش می‌شود. این یه گام بزرگ به جلوست. نسبت به پیشرفت‌های قبلی ما خیلی پویاتر و واقعی تره. قبلا ما فقط میتونستیم مشاهداتی ایستا و دوبعدی از کنش‌ها و واکنش‌ها داشته باشیم. متخصصان در سراسر جهان میتوانند به آزمایشگاه آسیب شناسی مجازی وصل شوند و در مبارزه با سرطان دانستنی‌ها را با هم در میان بگذارند. فرگوس والش، BBC نیوز، کمبریج. خبری فوری داریم در ارتباط با شهر منبج سوریه در شمال سوریه. گروه ارتش ملی سوریه که از گروه‌های مخالف بشار اسد و مورد حمایت ترکیه است میگوید تعداد زیادی از نیروهای این گروه به همراه ارتش ترکیه در حال حرکت به طرف شهر منبج در شمال سوریه هستند. این گروه در بیانیه‌ای در توییتر اعلام کرده کاملا آمادگی آغاز حمله نظامی برای آزاد کردن این شهر را داره. ارتش ملی سوریه میگوید به گروه ارتش آزاد سوریه وابسته است. یه بار دیگه تکرار میکنم، گروه ارتش ملی سوریه میگه که نیروهاش با حمایت نیروهای ترکیه در حال پیشروی به طرف منبج هستند. به پایان این بخش خبری میرسیم. تا دقایق دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.